مدت ها هستش که داریم در رابطه با موضوع از فکر تا فعل صحبت می و همون گونه که آگاه هستید چند جلسه در رابطه با ترس صحبت کردیم و امروز با فیض خداوند سعی سعیم برای این نیستش که بخوام مطالبی رو تکرار کرده باشیم در رابطه قیام مسیح همه ما نسبت به که کلام خدا هستون آگاهی رو داریم مسیح قیام کردش و میدانیم که بزرگترین در اصل برکت این قیامین هست که این پکش ترس رو مسیح از جهان گرفت از جهانی که به او ایمان آوردن اما بریم در همین ابتدا از نامه فیلیپیان چهار هشت الا نه که آیه ثابت ما در این درس بوده بشنویم فیلیپیان چهار هشت الا نه هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدهی که بوده باشد در آنها تفکر کنید و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را به عمل آرید و خدای سلامتی با شما خواهد بود آمین 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 چرا خداوند در کلامش در بیش از 300 پیشگویی از آمدن مسیح سیزده قانون رو میده و انسان رو اینگونه گونه تعقیب میکنه که انسان در راستی بیسته انسان در سلامتی بیسته انسان بتونه رابطه درستی داشته باشه که انسان نیز حلاک نشه آیا آنچرا که خداوند انجام میده و نهایتا به توسط یگان پسرش ایسای مسیح که با بدترین مرگ که قربانی گناهان بشریت میشه مواجه میشه مسیح چرا اونقدر خدا چنین اصراری را داره آیا اصرار خدا از تعقیب انسان برای یک زندگی سالم این هستش که منافعی رو خداوند اینجا کسب میکنه زندگی ما اگر زندگی پاکی باشه آیا به نفع خدا هسته و آنچه را که در زندگی ما ایجاد میشه برای خداوند نیز به عنوان، کسی که جهان را آفریده یک نعفی داره یا نه یکی از دوستان ایوب نیز هرچند به نوعی از یک زاویه داره ایوب رو محکوم میکنه اما اون نیز چنین تصوری داره و با ایوب اینگونه سخن میگه در کتاب ایوب 22 از یک الا 11 تفسیریشو براتون میخونم چرا که تصور میکنم راحتتر میشه درک کرد اعلام میکنه آیا از انسان فایده ای به خدا میرسد حتی از خردمندترین انسان ها نیز فایده ای به او نمیرسد اگر تو عادل و درست کار باشی آیا نفع آن به خدا میرسد اگر تو خدا ترس باشی تو را مجازات میکند هرگز مجازات تو برای شرارت و گناهان بیشماری هست که در زندگی مرتکب شده ای تو بدون شک از دوستان محتاجی که به تو مقروض بودن تمام لباسهایشان را گرو گرفته چیزی به ایشان باقی نگذاشته ای به تشنه ها آب نداده ای و شکم گرسنگان را سیر نکردی هرچند تو آدم توانگر و ثروتمندی بودی و املاک زیاد داشتی بیو زنان را دست خالی از پیش خود رانده و به یتیمان رحم نکرده ای اینجا هدف این نیستش که آن چرا که داره به ایوب میگه این محکومیت و این قضاوت درست هست اما این محکومیت و این قضاوت بر دنیا درسته چرا که میدانیم همان گونه که اطلاع داریم در چند ماه پیش وقتی دوباره آماری رو گرفتن یک درصد مردم جهان معادل ثروت 99 درصد مردم جهان رو دارن از این رو هستش که ما نابرابری رو میبینیم ما بی رو نیست میبینیم و نویسنده این گونه داره سخن میگه برای همین هست که اکنون دوچار دام ها و ترس های قید منتظره شده ای و ظلمت و امواج وحشت تو را فرا گرفته است و امروز ما میبینیم که دنیا نیز در این شرایط قرار گرفته دنیا در ترس هست دنیا در موقعیت هستش که متاسفانه هر آن میتونه بگه میتونه همه چیز نابود بشه به نظر من اگر مسیح قیام نکرده بود دنیا همه چیزش نابود شده بود اگر امروز جهانی هستش حتی اگر موجوداتی هستن به غیر از انسان به خاطر عدالت خداست که این رحمانیت رو در وجود انسان قرار داد تا اگر آنچرا که به عنوان بمب اتم اختراع میکنه از اون بلافاصله استفاده نکنه انسان هایی باشن ایماندار به مسیح که مانع بشن مانع دولت ها بشن با دعاهاشون با سخنانشون با رفتارشون مجال این رو ندادن که دنیا از بین بره در غیر این صورت دنیا تا به امروز باید کاملا از بین میرفت و هیچ موقعیتی نیز نداشت اما اگر برگردیم به دو هزار سال پیش به شاگردان مسیح نگاه کنیم میبینیم که شاگردان مسیح با توجه به این که حدود سه سال و نیم با مسیح زندگی کردن از مسیح آموختند، از مسیح موجزاتی رو دیدن زمانی که مسیح رو گرفتن شاگردان مسیح نیست ترسیدن آنان نیز به دام ترس گرفتار شدند که امروز به نوعی مردم جهان اسیر او هستند میخوام به تعدادی از این ترس ها نیز بپردازم ترس از ترد شدن از طرف مردم شاگردان مسیح به خوبی میدانستند اگر امروز مورد توجه مردم هستند به خاطر علاقه شدیدی هست که مردم به مسیح و کارها و سخنان مسیح دارند پس از این رو بود که میدانستند توجه مردم علاقه مردم به خاطر که مسیح کنار اونها هستش واعظی میگفت هرگز تصور نمیکنم. اون کره اولاقی که مسیح سوار شد و زیر پای او برگ نخرها رو را قرار دادن و لباس رو لباس هاش رو پهن کردن اون کره الاغ فکر نمیکنه. اینها برای اون بوده میده برای کسی که برود سوار بوده پس شاگردان چقدر بیشتر این رو میدونستن پس این ترس ترد شدن نیز بر اونها بود ترس از شکست و یا شکست خوردن شاگردان میدونستن به آنچه که رویاشون بود فکرشون بود که مسی پادشاست و مسی در جایگاه درستی در این قوم قرار خواهد گرفت و من دست راستش و دست چپش خواهم بود که مسی نیز به اون اشاره میکنه که موضوع پاشویی رو فروتنی رو اونجا نیز می آموزه که بتونیم همدیگر رو خدمت کنیم اگر مسیح با ما نباشه پس این ویژن پس این رویا شکست خورده این دومین ترسی بود که شاگردان را در بر گرفته بود ترس سوم از تنهایی بود چرا که مسیح که پر از حکمت مسیح که پر از قدرت مسیح که پر از افتخار و نفوذی بود که در قوم خدا داشت قرار بود که دیگه با مرد با شاگردان نباشه پس شاگردان نیز از تنهایی اینکه خدا باهاشون نیست خداوند با اونها نیست ترسیدن ترس از عدم آزادی و اقتدار همه ما میدانیم که عیسی مسیح شاگردان خودش رو تشویق به این میکرد که برن کارهایی رو بکنن که خودش انجام میداد مریض ها رو شفا بدن تسلی بدن خبر خوش نجات رو بدن به دیگران مردگان رو نمیگم و حتی اعلام کرد اگر ایمان داشته باشید کارهای بزرگتر نیست شما باید میتونید انجام بدید پس این اتوریتی و این اقتدار رو ما میبینیم که مسیح به شاگردانش میداد اما از این به بعد اینها دیگه نمیتوانستن کسی رو داشته باشن که چنین آزادی و چنین اقتداری رو به اونها داده باشه همه ما با تجربه کردیم زمانی که وارد کلیسا شدیم با یک روح خسته بودیم دل بودیم میترسیدیم بارها عرض کردم من از میکروفون میترسیدم یک زمانی ولی وقتی خداوند ما رو به خدمت میگیره اون اتوریتیش رو به ما میده اون اقتدارش رو به ما میده تا اون قوت باشه و خداوند نیز با شاگردانش چنین عمل کرده بود و حال دیگه بعد از مسیح مسلما این قوت در اونها نبود که بتوان چه اینگونه عمل کرده. یادم هست عزیزی وقتی وارد کلیسا شد خیلی از موقع زندگیش ناراحت بود و زمانی که مدتها کشید و قلب داد به مسیح ایشون میرفت برای کسایی دعا میکرد که افسرده و دیپرشن داشتن و الان نیز چنین دروسی رو برشته در یک کلیسای آمریکایی. پس این امید رو خداوند به فرزندانش میده ولی شاگردان از این میترسند که دیگه اونو نداشته باشن نکته پنجم ترس از،, از قضاوت و داوری بد مردم بود چون بعد از این قوم خداوند شاگردان مسیر رو سرزنش میکردن سرزنش میکردن به اینکه چی شد رهبر شما رو کشتن استادتون رو کشتن و چقدر اشتباه کردی سه سال و نیم وقتتون رو گذاشتید شاید توی بعضی از ابعاد زندگی ما به این نتایج میرسیم زحمتی کشیدیم فکر میکنیم زحمتمون تلف شد و از بین رفت اما اگر در امور کار خدا قدمی رو برداشتی بدون هیچی از بین نرفته اگر کلیسا اومدی اگر دعا کردی اگر خدمت کردی هرگز خدمات ما و دوران ایمانداری ما هیچ از بین نخواهد رفت اگر اجازه بدیم تحت اراده او باشیم و نکته ششم ترس از وقایع و حوادث ناگوار و حتی تغییرات چون احتمال این میرفت تمام آنچه را که به توسط قدرتی که روم داشت بر علیه مسیح انجام دادن بر علیه شاگردان مسیح انجام بدن و شاگردان مسیح رو بگیرن خب پس مجبور بودن فرار کنن یه جای دیگه برن زندگی بکنن پناهنده جای دیگه ای بشن پس ترس از تغییرات در شاگردان بود ترس از حوادث و اتفاقایی که میتونست بر اونها بیاد نیز بر اونها بود از درون میترسیدن نکته هفتم ترس از مرگ بود همه شاگردان مسیح میدانستن حالا که مسیح رو دستگیر کردن مجال و این موقعیت رو نمیذارن به مسیح بدن که او زنده بمونه پس اگر روی صلیب رفت خواهد مرد و نیز شاهد بر این بودن که او مرد و میدونیم که یکی از بدترین ترسها ترس از مرگ هستش یک مثال اسپانیایی میگه کسی که از مرگ میترسد از زندگی لذت نمیبرد و این هفت نکته هنوز در مردمی که به مسیح ایمان نیاوردن هست یعنی ترس از ترد شدن ترس از شکست ترس از تنهایی ترس از تغییرات و حوادث ناگوار ترس از عدم آزادی ترس از قضاوت و داوری بد مردم و نیز ترس از مرگ اما در انجیل لغا 4.21 ما میخوانیم که میبینیم عیسی مسیح بعد از اینکه تسلی میده قوم خودش رو میگه من آمدم و آنچه که در کتاب اشعیا اعلام شد تمام شد دیگه تمام شد آنچرا که به عنوان پیشگویی ها بود نیز تمام شد چرا که من آمدم تا این خبر خوش نجات رهایی از تمام ترس ها از تمام نگرانی ها از تمام غم ها را نیز به شما بدم و در انجیل یوحنا 19 28 الاسی میخوانیم که اعلام میکنه و بعد چون عیسی دید که همه چیز به انجام رسیده است تا کتاب تمام شود گفت تشنم و در آنجا زرفی پر از سرکه گذارده بودند پس اسفنجی از سرکه پر ساخته و بر گزارده گذارده و نزدیک دهان او بردن چون عیسی سرکه را گرفت گفت تمام شد و سر خود را پایین آورد جان بداد تمام شد علت تمام ترس های انسان ها تمام شد مشروط بر اینکه مانند شما عزیزان این ایمان را داشته باشند که حقیقتا عیسی مسیح قیام کرده و نیز در انجیل متا 28.5 میخونیم اعلام میکنه اما فرشته به زنان متوجه شده گفت شما ترسان نباشید میدانم که عیسی مصلوب را میتروید در اینجا نیست زیرا چنان که گفته بود برخواسته است بیایید جایی که خداوند خفته بود را ملاحظه کنید تمام شد آنچه را که میتوانست باعث مرگ و هلاکت انسان بشه بریم با هم دیگه نامه رومیان هشت پنج 17 در رو نیز بشنویم پس جواب این که چرا خدا انسان رو تعقیب میکنه همیشه این خواهد بود انجیل یوحنا سه شونزه چون خدا آنقدر جهان رو دوست داشت که یگان پسر خود را داد تا هر کس ایمان بر او بیاورد ترسان نباشد چون هلاک نخواهد شد ترسان نباشد چون در رنج و سختی روحانی نیز نخواهد بود و مطمئن باشه که خداوند با عشقش میتواند و میخواد آنچه را که شروع کرده به کمال برسه شاعری نیز این گونه اعلام میکنه عشق یعنی مشکلی آسان کنی دردی از درماندهی درمان کنی در میان این همه قوقا و شر عشق یعنی کاهش رنج بشر عشق یعنی گل به جای خار باش پل به جای این همه دیوار باش هر کجا عشق آید ساکن شود هر چه ناممکن بود ممکن شود و عیسی مسیح روی صلیب رفت و مرد و آن ناممکن که همه می ترسیدن و مرگ بود رو نیز قیام کرد و به حیات تبدیل کرد بریم قسمتی از کلام خداوند رو از یکی از رسولان هرچند با او زندگی نکرد از دور او را ملاحظه میکرد میدید و آنچه که شنید مانند من و شما این نامه را مینویسه و این مسئولیت به ما میده که به توسط قوت روح القدس ما نیز قیام کرده خواهیم بود آمین بفهم زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر میکنند و اما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح از آن جهت که تفکر جسم موت است لکن تفکر روح حیات و سلامتی است زان رو که تفکر جسم دشمنی خداست چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند زیرا نمی تواند هم بکند و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست ضرورت پوری روح القدس رو داره کلام خدا میگه ما در این درس ها به هر قسمتی که تمونش کردیم رسیدیم به اینکه لازمه ی حیات روحانی فرزندان خدا پوری روح القدس هست با عطایایی که کلام خداوند ما رو تشویق کرده لازمه قیام مسیح در من این هست که من هر روزه به توسط روح القدس تازه بشم قوت تازه ای رو بگیرم امید تازه ای رو ببینم نه سالی یک بار قیام مسیح رو ببینم من میبایست هر روز قیام مسیح رو توی زندگی خودم ببینم قبلا عرض کردم ولی آنای جان هست دوست دارم این رویایی که اوایل ایمانم بود رو نیز بگم یادم هست دو سه هفته از ایمانم گذشته بود و یک روز در مقابل پنجره ایستاده بودم و داشتم بیرون رو نگاه میکردم و برای مردم ایران داشتم دعا میکردم که اونها به مسیح ایمان بیاورن خداوند من رویایی داد توی این رویا دیدم که توی هر خونه یک تابوت شیک هست روزهای یک شنبه که میشه حالا اونجا ما جمعه بود میرفتیم کلیسا روزهای یک شنبه که میشه افراد اون خانواده در اون تابوت رو باز میکردن ایسای مسیح درش بود میمد و با اون خانواده میمد کلیسا بعد که می اومدن عیسی مسیح دوباره روی توی تابوت می خوابید و هم زندگی خودشون رو داشتن زندگی عادی خودش رو داشتن من واقعا اون موقع درک درست از این رویه ها نداشتم چون تازه ایمان آوردم معمولا با بدر ورش که معلمم بود در میون میذاشتم و خدا برای من باز کرد وقتی مسیح ایمان آوردیم مسیح قیام کرده است مسیح برای تو مرده نیست مسیح زنده است ما باید با او زندگی بکنیم هر روزه باید با او زندگی کنیم و من زمانی میتونم هر روزه با او زندگی کنم که هر روزه از روح او پر بشم از او قوت تازه بگیرم در غیر این صورت من مسیح رو فقط برای توی کلیسا احتیاجش دارم توی کلیسا میریم نایس هستن همه خوب هستن ما هم خوب هستیم یه عزیزی میگفت من رفتم یه جا رو پیدا کردم اینقدر آدما اونجا خوب و مهربونن گفتم کجا گفت قبرستون همه مرده. هیچ کس به کسی کاری نداره کلیسا یه چنین جایی هستش آن روح و آن افکار بد من اینجا میمیره اما اگر اجازه بدم مدام با مسیح زنده زندگی کنم مجال افکار بد رو به خودم نخواهم داد بله و اگر مسیح در شماست جسم به سبب گناه مرده است و اما روح به سبب عدالت حیات است آمین. و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد او که مسیح را از مردگان برخیزانید بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت آمین. به روح خود که در شما ساکن است بنابراین ای برادران مدیون جسم نیستیم تا بر حسب جسم زیست نماییم زیرا اگر بر حسب جسم زیست کنید هر آینه خواهید مرد لکن اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید همانا خواهید زیست آمید. زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می شوند ایشان پسران خدایند حقیقتا از آن رو که روح بندگی را رو نیافته اید تا باز ترسان شوید بلکه روح پسرخاندگی را رو یافته اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا می کنی. همان روح بر روحهای ما شهادت می دهد که فرزندان خدا هستیم آمید. و هرگاه فرزندانیم وارسان هم هستیم یعنی ورسه خدا و هم ارث با مسیح اگر شریک مصیبت های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم آمین 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 نه تنها ترسی بر ما نیست بلکه قوت و اقتدار روح القدس نیز بر ما هستش تا بتونیم با فیض خداوند چون پسران هستیم مانند مسیح عمل کنیم پسر یعنی شبیه یعنی به شباهت او نیز عمل کنیم اما بریم بپردازیم به نکته دوم چگونه بر افکار مزر قالب آییم نکته اول هم داریم یا نه مم. خب نکته اول این بود که هر تفکری که مقلوب وسوسه گردد ناامنی و گناه را پیدا می کند و کلید رهایی ایمانی استوار به توبه حقیقی در نام عیسی مسیح می باشد نکته دوم هر تفکری که مقلوب ترس گردد ناآرامی و پریشانی را پیدا می کند از این رو هست که مردم دنیا به دنبال آرامش می گردن. من تمام کسایی که وضعیت مالیشون خوب هست میبینم آدمای خوشتی آدمایی هستن زندگی نسبتاً نرمالی دارن وقتی وقتی باشون صحبت میکنم میگم برای چه موضوعی میخوای دعا کنم نه برای پول میخواد نه برای ازدواج میخواد نه برای کار میخواد میگه برای آرامش برای من دعا کن چون اون آرامش رو نداره چون تو گناه هستش چون برای اون مسیح قیام نکرده است پس هر تفکری که مغلوب ترس کرده ناآرامی و پریشانی را ها پیدا میکند و کلید رهایی ایمانی استوار به قیام عیسی مسیح از مردگان می باشد آمین هللویا خدا رو شکر برای خداوندمون و زمانی که ما این ایمان رو داریم هرگز ترس به سراغ ما نخواهد اومد مرقس چهار چهل نیز اعلام میکنه از بحر چه چنین ترسانید چون از که ایمان نداریم زمانی که ما در ایمان اون نسبت مسیح روشنه نمی کنیم و در رومیان هشت سی و یک چی اعلام میکنه اینو شما بگید تا خدا با ماست کیست بر ضد ما و در اول قرنتیان 15 55 که این رو باید هممون حفظ کرده باشیم ای موت نیش تو کجاست و ای گور زفر تو کجا هست چرا که ایمان داریم با فیض خداوند نیز ما غالب شدیم بر تمام ترسا مشروط بر اینکه که در روح و پری روح القدس بمانیم بریم آخرین این آیه رو نیز داشته باشیم انجیل یوحنا 14 27 که اعلام میکنه عیسی مسیح سلامتی برای شما میگذارم در این سلامتی ترس نیست نگرانی نیست بی حکمتی نیست خشم نیست قضاوت نادرست نیست سلامتی برای شما میگذارم سلامتی خود را به شما میدهم نه چنانکه که جهان میدهد تا نگران نباشیم من به شما میدهم دل شما مسترب و نیز حراسان نباشد آمین. ایمان داریم پس میتونیم اعلام کنیم مسیح زنده است آمین حقیقتا او زنده هستش